مهاجرت داستان ترسناکی است، از آن داستان هایی است که فکر می کنم قهرمان هایش باید آدم های بی اندازه شجاعی باشند، آنقدر شجاع که بتوانند دل از همه چیز بکنند، چند کیلو بار ضروری بریزند و برای آخرین بار خانه و کوچه و شهرشان را نگاه کنند و روشن. شاید برای چند سال و شاید مهاجرت از آن دست کارهایی است که انجام دادنش دلم را می‌لرزاند. مهاجرت بزرگترین تغییر زندگی است. وقتی دوستان و آشنایانی را می‌بینم که بعد از سالها زندگی، بعد از ازدواج و به دنیا آوردن یکی دو تا بچه، بعد از سالها کار کردن در این شرکت و آن سازمان، بعد از چند سال مدرسه رفتن فرزندانشان تصمیم به مهاجرت می‌گیرند، تعجبم از تصمیمشان نیست، بلکه از عزمشان است، از اینکه چطور می‌توانند دست به چنین ریسکی بزنند و یک دفعه وارد دنیای دیگر شوند و دوباره شروع کنم. به یاد گرفتن چیزهایی که قبلا یک بار آموخته بودند، یاد بگیرند مثل بچه نوپا حرف بزنند و الفبا را حفظ کنند، بنویسند و بخوانند، بتوانند با آدمهای ارتباط برقرار کنند که شبیهشان نیستند، بگردند دنبال شغلی تازه و پولی به دست آورند برای گذراندن زندگی. آدم هایی که دیگر سنی ازشان گذشته، چطور می توانند غمشان را به زبانی دیگر توضیح دهند؟ چطور می توانند غروب های یک شنبه را در آپارتمانی کوچک و محقر حاصل فروش خانه پرپنجره در شهر خودشان بگذرانند و فکرشان مثل قاصدکی سبک فرسنگ ها دورتر نرود و خودش را به جایی به نام خانه و خاطراتش نرسانند و دلتنگی با انگشت های سرد عرق کرده اش گلویشان را فشار دهد؟ چقدر اراده می خواهد رفتن؟ چقدر باید قوی بود برای رد شدن از پل چوب؟ چقدر عجیبن آدم هایی که دل از همه چیز میکنن و برای همیشه میرن. همیشه واژه سنگین است، انقدر سنگین که گاهی مثل بختکی چاق روی آدم میافتد و نفس کشیدن زیر تن عظیمش غیر ممکن میشود. عجیب است. عجیب است که آدم‌ها یک دفعه این حجم از دلتنگی را از کجا می‌آورند؟ بیایید حرف از انگیزه‌هایشان را وسط نکشید. بگذارید این مهاجران قهرمان‌های شجاع قصه‌ای باشند که برای جنگیدن با هر چیزی آمدند. قهرمان‌هایی با بدن‌های آهنی و نیروهای